موارد روزانه ابتلا به کرونا در آمریکا می تواند به صد هزار برسد. دکتر انتونی فاچی مشاور ارشد دولت آمریکا در زمینه بیماری های مصری گفته است که متعجب نخواهد شد اگر موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به روزانه 100 هزار مورد برسد. او در کمیته بهداشت یا صحی سنا شهادت داد معلوم است که اوزار را تحت کنترل نداریم و هشدار داد که مردم به اندازه کافی از ماسک استفاده نمی کنند و نیز فاصله اجتماعی را رعایت نمی نمایند. او در جریان این جلسه همچنین گفت که نیمه از موارد تازه مبتلایان به چهار ایالت بزرگ در جنوب و غرب یعنی فلوریدا، آریزونا، تکساس و کالیفرنیا مربوط می شود. امروز شنبه آمار روزانه مبتلایان برای چهارمین بار در پنج روز گذشته بیش از چهل هزار مورد افزایش پیدا کرد. به گزارش شبکه خبری CNN، این, این جهش ادعاقل 16 ایالت را وادار به متوقف کردن یا معکوس کردن برنامه های بازگشایی کرده است برخی از این ایالت ها حدود یک ماه پیش شروع به با بازگشایی اقتصاد خود کردند پیشتر فرماندار یا والی نویار گفته بود که تقریبا نیم از امریکایی هایی که به این ایالت سفر می کنند باید خود را قرنطین کنند ساکنان 16 ایالت را در فهرست قرنطین قرار داده است که در صورت سفر به نیویورک باید اجرا شود کالیفرنیا جورجیا آیووا میسیسیپی نوادا و تنسی ایالات هستند که نام آنها تازه به فهرست اضافه شده است قبلا آلاباما ارکانزا آریزونا فلوریدا کارولینای شمالی کارولینای جنوبی تکساس و بوتا در این فهرست قرار داشتند. بر اساس تحلیل روزنامه یو ای تودی، این دستور در مجموع شامل 48 در صد جمعیت امریکا می شود. مسئول معصای الرژی و بیماری های واگیر در ایالات متحده امریکا در جلسه کمیته سیهی یا بهداشت کار و بازنشستگی یا تقاود در مورد تلاش برای بازگشایی مکاتب و کسب و کارها صحبت می کرد. او از ایالات برای نادیده گرفتن معیارهای لازم برای بازگشایی انتقاد کرد و گفت که گسترش شیو نتیجه امین رفتار است او به سناتور الیزابت وارن که دموکرات است گفت من نمیتوانم دقیق پیش بینی کنم اما وز خیلی نگران کننده خواهد بود می توانم در این مورد اطمینان دهم چون وقت شیوع در یک بخش از کشور دارید سایر بخش ها حتی اگر وضع خوب داشته باشند آسیب پذیر هستند نمی توانیم فقط روی مناطق تمرکز کنیم که شاهد جهش هستند این تمام کشور را به خطر می اندازد دکتر فاجی همچنان از دولت امریکا خواست ماسک صورت بیشتر تولید کند تا رایگان میان مردم توزیع شود رابرت ریدفولد رئیس مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا هم در این جلسه گفت که دوازده ایالت شاهد افزایش آمار بیماران بودند که نیاز به بستری شدن دارند و آریزونا شاهد افزایش آمار مرگ بوده است دکتر ریدفلد گفت حیاتی است که همه ما برای کاهش سرایت مسئولانه رفتار کنیم و استفاده امگانی از ماسک صورت را پیش بگیریم این بیماری بر همه ما تاثیر میگذارد و برای متوقف کردن آن همه باید با هم همکاری کنیم سناتور جمهوری خال لامار الکساندر رئیس کمیته بهداشت کار و بازنشستگی پیش از شروع این جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را ترغیب کرد تا از ماسک استفاده کند کاری که او هنوز در انظار عمومی نکرده است او که از متحدان رئیس جمهور امریکاست گفت متاسفانه این عمل نجات بخش تبدیل به یک مجادله سیاسی شده است اگر شما طرفدار ترامپ باشید ماسک استفاده نمی کنید اگر مخالف ترامپ باشید ماسک استفاده می کنید او آقای ترامپ را ترغیب و تشویق کرد گاه ماسک استفاده کند دکتر انشوچات معاون اول سی‌دی‌سی سی اختار داد که امریکا مثل کشورهایی که در مهار ویروس کرونا موفق بودند به آن واکنش نشان نداده است و اجازه داده است که ویروس در آباد خیلی بیشتر و سریعتر منتشر شود او در مصاحبه با نشریه انجمن پزشکی آمریکا گفت ما در وضعیت مثل نیوزیلند یا سنگاپور یا کوریای جنوبی نیستیم که موارد تازه فوران شناسایی و کلیه تماس های فرد بیمار ردگیری می شود و بیماران و کسانی که در تماس با آنها قرار گرفتند قرنطین می شوند و اوضاع تحت کنترل می ماند. برای امین شیوع ویروس کرونا در کشور خیلی گسترده است و برای امین اوضاع ناامید کننده است با گفته دانشگاه جان آپکنز تازه ترین آمار ابتلا در ایالات متحده ای امریکا به دو میلیون و و و دو و و و مورد است و 129.544 هزار و و و دفر هم جان خود را از دست دادند. دکتر شوچاد گفت این تازه نقطه شروع است فکر می کنم این تصور خوشبینانه اما بیپایه در اطراف کشور وجود داشت که چون تابستان از راه می رسد اما چیز درست خواهد شد اما ماجرا تمام نشده و ما اتا شروع به پایان دادن به آن نکرده ایم فاکتورهای نگران کننده ای زیاده در حدود یک هفته اخیر ظاهر شده است دکتر فاجیر به اختار داد که بعید است که ایالات متحده ای امریکا اتا با در دسترس قرار گرفتن واکسین مسئولیت جمعی آسل کند او قبلا پیش بینی کرده بود که واکسین اوایل 2021 در دسترس قرار گیرد او گفت بعید بودن مسئولیت جمعی دو دلیل دارد یکی به خاطر واکسینی که به طور بالقوه شاید فقط تا حدود موثر باشد و شمار بزرگ آمریکایی که ممکن است از تزریق آن خودداری کنند او گفت در مجموع در این کشور یک نوع احساس زدیت با علم، زدیت با مرجع قدرت و زدیت با واکسین در میان مردم وجود دارد که اگر بخواهیم نسبی بگوییم شماره آنها به طور نگران کننده بالاست. او خواستار آموزش بهتر در زمینه اعتماد عمومی به واکسین شد. دکتر فاجی گفت خوشحال خواهد بود اگر واکسین تولید شود که در مرحله اول افتا تا افتاد پنج درصد مؤثر باشد به با گفته سی مسئونیت مسئولیت جمعی زمان اصل می شود که شمار نسبتا کافی از مردم در برابر یک بیماری مصری مسئول باشند نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد واشنگتن دیزی